به نام خدا. در ادامه مبحث هایپوولیمیک شاک میرسیم به بخش تشخیص. معمولا در شاک های خفیف، یعنی کسانی که زیادتر کمتر از 20% از حجم خون خود دست دادن، بدون تداوی هم میتونه که شاک ارجاع بشه. علائم شاک هایپوولیمیک در مراحل مقدم عبارتن از یک پوستورال هایپوتنشن، یعنی فشار، کاهش فشار خون وضعیتی بالات نرمال. مثلا اگر کسی، یک شخصی از حالت استجای زری بالات نشسته و یا از حالت نشسته با حالت ایستاده در بیایه، ممکنه فشار تا 10 درجه ستون سیما پایین بیایه، اما ظرف 1 دقیقه پس با حالت نرمال باقی میمونه. اما کسانی که مثلا با حالت استجای زری فشار نقص 120/80، اینا بالت نشسته به 100 یا 110 میرسه و چندین دقیقه طول میکشه تا پس بالت نرمال برگرده. ای میگن پوستورال هایپوتنشن و یکی از جمله علائم شاک میباشه. تشنگی شدید، تقبض وعایی جلدی، اینا از جمله اعراض و علائم شاک هم. و این میخانیکیت از اینا گفتی وقتی که تشنگی شدید میشه، یعنی اسمولاریتی خون بالا رفته، ای در مرکز تشنگی در وسیله تنبیه میشه و باعث میشه که شخص مریض احساس نیاز به آب یا مایعات کنه. تقبض وعایی جلدی که اویه محیطی، اینا تقبض میکنه که جریان خون به اعشای حیاتی بیشتر رسه. تغییر رنگ جلد در لبها و به سر ناخونها که معمولا شکل پل میشه. تنبیه قدمات عرقیه، شخص عرق میکنه. کلپس اورده عنق، تقلیز ادرار، وقتی که جریان خون کم شد به خود کلیه ها بر اثر هایپوولیمیا، این باعث میشه که ادرار کم غلیستر شه، پیش مریض دلبری وجود میه. اولیگویوریا، این هم از علت کاهش جریان خون ثانی به کلیه ها میشه که حجم ادرار پایین میایه. تشخیص شاک در صورت خونریزی خارجی آسانه، چون برات میبینیم که مثلا شخص چقدر خون ضایع کرده و مرحله شاک داخل شده. اما در خونریزی‌های داخلی دقت زیاده به کار داره. مریض بعد بستر کنیم، مریض بعد بار بار معاینه شه، اعراض و علائم حیاتی مریض چک شه. درد، سوی شکل، گاردینگ یا تقلص یا مقاومت یا شخی عضلات جدار بطن، تغییر رنگ، تورم، اوزیما در خونریزی‌های بدنی هم گری تورنر ساین و یا کولر ساین، که اینا معمولا از جمله عراض و علائم پانکراتی دیگه هم شکل نکروزی که در گری تورنر ساین معمولا پهلوها نیای فلنگ کبود میشه، چون اکسترابوزشن خون در انساج تحت جلدی مشاهده میشه. و در کولر ساین هم اطراف سره مریض به شکل کبودی یا ایکیموز در میایه، که اینا دلایل به که اینا از جمله عراض و علائم پانکراتیت ها در شکل نکروزی می باشه. تشخیص تفریقی شاک هایپوولیمیک با تسمم الکل، چون در مریضانی که مصاب تسمم الکل هن یا حالت نشه و یا مستن، سوی بلند اتنول خون باعث ایجاد توسع وعایی عمومی میشه و منجر هم به از بین رفتن تظاهرات دیسچارج ادرنالینیک میشه، یعنی جلد مریض خشک میشه، روشن و گرم. همچنان الکل سبب نهی افراز وسوپرسین از غده نخامیه میشه. بلان مریضان هایپوولیمیک داره دانی کافی ادرار هستن. پوستورال هایپوتنشن احتمالاً حفظ میشه و تفرید فشار در حالت استجای زری در هایپوولیمی خفیف معمولاً از سبب توسع وعی و پیش اشخاص نشه به ملاحظه میرسه. دوم با شاک انسولین. شاک انسولین هم به مانند هایپوولیمی سبب تنبیه دیسچارج ادرنرژیک و افراز هورمون های وزواکتیف میشه. مریض های دیابت انسولین دپندنت، یعنی مریضانی که به تیپ 1، کسانی که به انسولین وابسته هستند، اینا در جریان یک تصادم
سرد مرتوب اولیگویوریک و هایپوتنشن و هایپوتنسیف میشن. این علائم یا وابسته با هیپوولیمیه یا این که مربوط به هایپوگلیسیمیه. بنابراین تعیین سویه گلوکوز خون پیش از این مریضا حتما به صورت میگیره در حالی که از نگاه هایپوولیمی تحت ارزیابی باشه. مقدار 50 میلی لیتر گلوکوز 50% از طریق وریدی بده از اینا بعد تطبیق کنیم. و اختلالات شعوری معمولا تغییرات شعوری مریض هم باعث اختلالات شعوری میشه که اینا معمولا از اثر اخذ ادویه توکسیک و یا دیگه دواها به میان میه باید تشخیص تفریقی صورت بگیره. تداوی اساس تداوی شاک هایپوولیمی چی هموراژیک باشه و چی غیر هموراژیک باشه شامل موارد زیره. اول احیای مجدد پیش این مریضایی که مصاب هایپوولیمی کن ما باید با تامین تعویه اکسیژنشان کافی و توقف خونریزی موقتی آغاز کنیم و بعدا خونریزی به طور کامل توقف دائمی بدیم. در صورتی که مریض در درجه اول بعد ما بازنمودن طرق هوایی مریض در اولویت کار خود قرار بدیم. در صورتی که مریض با حالت غیر شعوریه با فرط بست اون یعنی اون قلب بیشتر بست میکنیم و سپورت فک جهت جلوگیری از بندش طرق هوایی یعنی فک پایینر به طرف جلو حساب فشار میدیم که طرق هوایی ما بتونیم باز کنیم. در صورتی که زبان مریض به خلف رفته باشه بعد زبان مریض پس از حالت عادی برگردانیم. در صورتی که مریض دندان مصنوعی داره بعد دندانهای مصنوعی مریض به دوششه اگر کدام افرازات خون و چرک و بلغم اینا در طرق علوی تنفسی موجوده بعد اونا ما خارج کنیم. بعدا در صورت ضرورت ما میتونیم حتی برای مریض اکسیژن هم بدیم. بعضی از مریض ها هم ایجاب انتوبیشن شزنی و تنفس مکانیکی میکنن که بعد ما پیش از اونا حتما مد نظر میگیریم. به هر ترتیب طرق هوایی باید باز شه و تنفس هم برقرار شه تا اکسیژنیشن انساج به صورت کافی صورت بگیره. در بعض کنترل خونریزی خونریزی های خارجی در صورت موجودیت اول با فشار وارد نمودن مستقیم بالای روی خون دنده و اگر توقف نکرد ما میتونیم که از کنوماتیک تورنکت های هوایی که پم میشه و جریان خون موقتی بند میکنه استفاده کنیم. و اگر روی خون دنده واضح باشه ما میتونیم که از کرم نمودن رویه هم استفاده کنیم. اما رویه که خون میده با کلم نمودن او را بگیریم و خون زیاد توقف دیم. اما دقت کنیم که از کلم نمودن کورکورانه جلوگیری کنیم چون میشه این سبب تخریبات بیشتر به رویه و اعصاب بشه. در خون زیاد خفیفتر ما باید حتما بریم مریض یک کتتر وریدی از طریق جلد تطبیق کنیم و در صورتی که هایپوولیمی شدیده ما باید کتتر با مجرای بزرگ از طریق کتان به مریض تطبیق کنیم که معمولا اگر اطراف سفلی مریض تطبیق ندیده باشه در اولیده سفینوس که در قسمت انکل قابل دسترسه یعنی ملیول اونسی در قسمت ملیول اونسی بالاتر از ملیول اونسی همون قسمت ما میشه که کتان کنیم و انتراکت با گیج زخمتر بود قسمت ما تطبیق کنیم. از کتترهای ورید مرکزی هم در مراحل ابتدایی شاک استفاده به عمل نمی آیه اما در صورتی که شاک بسیار پیشرفته باشه ما میشه که از این استفاده کنیم. تطبیق مایعات وریدی خصوصا مایعات کریستالویی که رنگرلکتات نام برده اول 2 لیتر به شکل بولس به مریض میدیم و لیتر سوم هم در ظرف 10 دقیقه برای مریض تطبیق میکنیم. یعنی کسانی که در شاک های خفیف قرار دارن و تا اندازه شاک های متوسط
زمانی که ما سه لیتر مایعات کلسترولیت خصوصا رنگرلکتات بریم مریض ما تطبیق کنیم، معمولا شاک از او ارجاع میشه. از محلولات گلوکوز استفاده نکنیم چون اینا سبب ازدیاد اسموتیک دیوریز میشه، ادرار زیاد میکنه، ادرار که زیاد کرد فشار بیشتر پایین میاره و وخامت شاکر هم شدت میبخشه. که معمولا ما احیای مجدد مریضان با مایعات کریستالوید، حتی اگر خون هم داشته باشیم، ما شروع این احیار ما با مایعات کریستالوید شروع میکنیم و تطبیق خون تا زمان کنترل خونریزی ما برای مریض نمیدیم و یا حتی تا زمانی که حداقل اندکشن انستزی. پس اگر مریض به اتاق عاجل به یک شفاخانه مراجعه کرد مصاب شاک های متوسط و اینا بود یا مریض مصاب اکسترنال هموراژ بود، در اتاق عاجل سعی کنیم که اول برای مریض همون 3 لیتر مایعات کریستالوید خوستن رنگرلکتات تطبیق بکنیم و خون به بدن واگذار کنیم. و مریضانی که با تطبیق این معلولات کریستالوید باز هم شاک از اینا ارجاع نمیشه، در این قسمت در این باید حتما باز برای مریض خون ما برای مریض تطبیق بکنیم. و اینجی گفته که مریضا جوان میترن که اماتوکریت تا 15% هم تعمل بکنن، در صورتی که امراض قلبی نداشته باشه، اما باید هرچی زودتر ما اماتوکریت مریض بالا ببریم. در استفاده از خون در صورت امکان و بویژه پیش کسانی که به اضافه تر از چند یونیت خون ضرورت دارن، یعنی هر یونیت بستگی داره، بعضا بانکای خون فرق میکنه، معمولا به شکل استاندارد 450 سی سی هر واحد خون. کسانی که بیشتر از چند واحد خون ضرورت دارن ما باید پیش از اینا حتما از خون تازه استفاده کنیم و از خونهای منجمد شدنه، زیرا خون تازه سبب تقلیل در ابنورمالیتی های تعصب میشه. یک موضوع دیگه که باید دقت کنیم اینه که چون که پیش مریضایی که مصاب شاکن خونریزی هن و تشوشات متابولیزم دارن، تطبیق مایعات و مرکبات خون سرد سبب هایپوترمی میشه. یعنی اگر ما برای مریض مایعات و خون سرد به این مریضا بدیم، این سبب هایپوترمی میشه، درجه حرارت بدن از حالت نرمال پایین میایه. که به خاطر جلوگیری از این ما باید اتاق گرم کنیم و مایعات را هم گرم کنیم و برای مریض بدیم. همچنان میشه که ما از گرم کردن مریض توسط وارمر استفاده شه، یعنی حتی میتونه از این کمپل و حتی کمپل های پتو های برقی کنه و آماده استفاده کنیم، به خاطر کمی هایپوترمی یا کاهش درجه حرارت نه تنها که این شاک عمیق میسازه، بلکه تشوشات کواگولوپاتی هم باعث میشه و از کنترل خونریزی جلوگیری میکنه. در این اواخر برای جلوگیری از خونریزی در تردیدات شدید و خونریزی هایی که ارتباط با کواگولوپاتی یا تشوشات تأثیر خون دارند، معمولا به صورت عادی از فاکتور 7 که منشأ فعال شده داره استفاده میشه، که از معلولات نووسون که کواگولیشن فاکتور 7 ایر داره میشه به شکل سنگل دوز هم استفاده کرد. ترانگزمیک اسید که خاصیت انتی فیبرینولیتیک هم داره، به اواخر بیشتر به کنترل خونریزی ها استفاده میشه، خصوصا خونریزی هایی که در میدان های جنگ حساب به وجود بیایه، از ترانگزمیک اسید ما میشه استفاده بکنیم. بلند نمودن اطراف سفلی مریض از سطح قلب کهیر به وضعیت ترندر برد میگن، طبقی که در این دی تصویر آماده. این بلند نمودن اطراف سفلی از سطح قلب به شکل سبب راندن خون به قلب راست میشه، اما این منوف به مفاد گذری داره. از جانب دیگه هم بطن چپر وادار میکنه به کار اضافی تا بتونه خون به اطراف برسانه. بنان این حالت تقریبا در حالات شاک و سنکوپ و شاک های خفیف
میتونه خوب موثر باشه، اما در رابطه با المپیک شاکه که شکل شدیده چندان تأثیری نداره. تروماتیک شاک یا شاک تروماتیک، تشوشات دورانی در شاک تروماتیک به تناسب شاک هایپوولیمیک غیر اختلالی شدیدتره. انساج تروماتیک شده سبب فعال شدن سیستم های تأثیری و راه شدن میکروتروم ها و مواد هومورال از این میکروتروم ها میشه، که جمله ترومبوگزان، کینین، کامپلمنز و لوکوترین ها و پروستاگلاندین ها و پروستاسیکلین ها. اینا به داخل دوران مرکزی میشن. این مواد با داخل شدن به دوران مرکزی باعث بسته شدن یا تقبض بعضی از قسمت های مایکرووسکولر ریوی میشن، یعنی اویه کوچک ریوی بند میکنن که در نتیجه باعث افزایش مقاومت ریوی و ایجاد ممانعت در مقابل تخلیه بطن راست میشه. فشار این دیاستولی که بطن راست و فشار عضین راست تمول به افزایش میداشته باشه. مواد هومورال که از این میکروترومبا آزاد میشه افزایش عمومی در قابلیت نفوذی شهریوی زیاد میکنه، که این ازدیاد در قابلیت نفوذی باعث زیای پلازما در مسافت های بین الخلالی در سر تا سر عضویت بشه، یعنی پلازما از جدار اویه شهریه بیشتر خارج میشه، قابلیت نفوذ شهریه از قابلیت نفوذی اویه شهریه زیاد میشه و مقدار زیادی از پلازما در مسافت های بین الخلالی در سر تا سر عضویت این تجمع پیدا میکنن، که در نتیجه ازیای خارجی حجم وایی مترافق با ازیای داخل حجم وایی میده. وقتی که یه پلازما زیاد از جدار اویه به مسافه بین الخلالی زایه شد، حجم پلازما در داخل سیستم دورانی پایین میایه. زیای داخل وایی میشه که ذریع ازدیاد توسعه مایات جبران کرد. امید مایات میدیم. شاک و هایپوولیمی مؤنث سبب تداوم در پروسه التهابی داخل وایی میشه، که این حالت منتج به ازدیاد قابلیت نفوذی اوی شهریه میشه. تشخیص تظاهرات سرری مشابه به شاک هایپوولیمی میباشه. این شاک از سبب افزایش عمومی در قابلیت نفوذی اوی شهریه مایات بیشتر جهت احیای پرفوژن حساب ضرورت داره، یعنی نسبت به هایپوولیمیک شاک باید ما مایات زیادتر بدیم تا دانه ادرار و اینا نبض و فشار و حالت دماغی مریض به حالت نرمال برگرده. فشار عضین راست و انفوژن مقادر بسیار زیاد مایه باعث احیای مجدد مناسب در مریضان شاک هایپوولیمیک میشه، اما در مریضان شاک تروماتیک ایالت رخ نمیده. تداوی یا تریتمنت، تداوی ابتدایی شاک تروماتیک عبارت از اول اصلاح هایپوولیمیه، بعد بریم مریضا مایات بدیم، خصوصا مایات کریستالوئید، اجرای دبریتمنت کنیم. در قسمت اجرای دبریتمنت فوری بعد ما انساج مرده و اسکیمیکر برداریم، همچنین در صورت موجودیت کسر بعد کسرا تثبیت کنیم به خاطر جلوگیری از تخریبات بیشتر. در صورتی که ریت یا تعداد تنفس مریض از 30 تا 35 زیاد باشه و یا فشار اکسیژن بعد حتما در حد بالاتر از 70 میلیمتر سنتون سیماب حفظ شه، در صورتی که نشودی کار ما باید مریض در صورت که تعداد تنفس از 30 تا 35 زیاد باشه و فشار اکسیژن از 70 بالاتر نره، ما باید مریض را انتوبیشن کنیم و ونتیلاتوری سپورت انجام دیم. دهانه ادرار باید بین نیم تا یک میلی لیتر فی کیلوگرم وزن بدن در ساعت حفظ کنیم. دهانه پایین‌تر نشاندنده عدم کفایی دورانی و ضرورت به مقدار بیشتر مایاته، یعنی وقتی که مقدار ادرار
از نیم تا یک میلی لیتری گرم از بدن در ساعت کمتر شد، یعنی عدم کفایت دورانی پیش می تحسس کرده، ما باید سویه مایعات به مریض زیادتر بکنیم. در صورتی که مقدار زیادی هم مایعات موجود لازم باشه، ما میتونیم که از کاتترهای سوالگانز استفاده کنیم. ندرتاً آنتی‌کواگولانت‌ها نیز در تداوی شاک تروماتیک توصیه میکنند که معمولاً بعض از مؤلفین توصیه دوز وریدی هیپرین به مقدار 10,000 یونیت از طریق وریدی توصیه میکنند که با این حالت میشه که ما از مو میکرو آمبولی ها جلوگیری به عمل بیاریم و یک رول عمده. البته بعض از معرفین مانند سبیستون به توصیه هپارین بسیار بسیار تاکید کردن و گفتن حتما باید به مقدار 10,000 یونیت برای مریض از طریق وریدی تطبیق بکنه.